اسلامی با همتای ترکیه خودش قرار و مدار و پیمانی بست و هم تروریست اسماعیل قاآنی در عراق و سفرش به اربیل مسائلی رو خیلی به وضوح مطرح کرد که این ستا، البته عراق نه به مانند ترکیه، با سکوتش و محدودیت هایی که برای حکومت اقلیم کردستان عراق هست، این چند روز یک پروژه عملیاتی علیه کردها رو رقم زد. دیشب میدونین که مهاباد وضعش بسیار نادور بود، رژیم در حالت کاملا عریانی خونه به خونه میگشت و جوانها و هر کسی رو که قبلا شناسایی کرده بودن میکشیدن بیرون. بعد در اواخر شب رسید به بوکان و بانه و سقس، انفجارهایی در اونجا رخ داد و بعد رسید به سرندج. دیشب کردستان به طور کلی یک حالت میلیتاریزه و در وحشت به سر برد، تا اینکه امروز من الان توییت کردم، اگه به آخرین توییت بنده مراجعه بفرمایید، خدمت کار فرهنگم فرستادم، هلیکوپترهای جنگی بر فراز بوکان و مهابات، البته فیلم مهابات رو نذاشتم ولی اونجا هم به همین شیوه هست، در حال رفت و آمدن. راستش سال 58 وقتی که خب منم یک کودکی بیش نبودم، دقیقا این هلیکوپترها رو می دیدم بر فراز شهرم در بوکان و برای من تاریخ تکرار شد. یعنی بعد از 42 سال این بار کودکان شهرم باز همون کل هلیکوپترها و همون صحنه ها و همون وحشت و همون جبر رو دارن تجربه میکنن. یعنی دو تا طرف تغییر نکردن، نه رژیم خمینی تغییر کرده نه مردم کرد. اولی همچنان جنایتکار، دومی هم همچنان مقاوم و آزادی خواه. اما آنچه که این وضعیت رو تغییر میده و معادله رو عوض میکنه، تغییر رفتار دیگر شهرهای ایران نسبت به کردستان. اگر دیگر شهرهای ایران امروز به خیابان بیان و این کردستان تنها نیست یا کردستان چشم و چراغ ایران است رو عملا نشون بدن و بتونن رژیم رو در مرکز گرفتار بکنن با حضور خودشون در میادین و خیابانهای شهرها به هر طریقی که خودشون میدونن و میتونن براشون ممکنه، معادله آزادی ایران یا آزاد کردن ایران به نفع مردم، به نفع سراسر ایران رقم خواهد خورد و تغییر خواهد کرد. الان در کردستان حکومت نظامی است. نیروهای ضد شورش، اون چیزی که من میگم از منبع موثق دارم عرض میکنم، فاطمیون و هشت شعبی در شهرهای کردستان دیده شدن، همراه با نیروهایی که فارسی صحبت کردن. نیروهایی هم وجود داشتن که فارسی صحبت نکردن، عربی صحبت کردن و فاطمیون هم بودن. اگر یادتون باشه کمتر از 2 ماه گذشته، شاید در این روم ولی حتما در کلاب هاوز، نمیدونم کدوم روم، من از حضور نیروهای هشت شبی، یعنی ورود نیروهای هشت شبی از قصر شیرین خبر دادم. چند اتوبوس از نیروهای هشت شبی از قصر شیرین وارد شده بودن. یادم در بی بی سی مصاحبه داشتم، فوری مجری بی بی سی برگشتن، البته خب طبیعیه این سوالم بشه، فرمودن که البته ما هنوز مدرکی در دست نداریم یا مشاهده نکردیم که این خبره، یعنی حضور نیروهای هشت شعبی در کردستان رو یا در ایران رو تایید بکنه. 2 ماه گذشت، بیش از 2 ماه جنایت رژیم در سراسر ایران و به ویژه در کردستان و بلوچستان فقط و فقط با دستان و چشمان و چه میدونم پاهای فرزندان ایران انجام نمیپذیره.
من به شما قول میدم این جنایات رژیم در ایران ادامه خواهد داشت، اما با کمک نیروهای خارجی وابسته به جمهوری اسلامی. حالا سوال اینه، ما چگونه میتونیم جلوی موشکباران جمهوری اسلامی رو بگیریم؟ چگونه میتونیم کاری بکنیم که جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری شو دیگه به پرواز در نیاره، هلیکوپترهای جنگی بر فراز شهرهای کردستان به پرواز در نیان یا بلوچستان و غیره؟ الان دیگه ترکیه هم باش اومده، که ترکیه دیشب چندین نقطه رو بمباران کرده در شنگال و در قندیل و اینا، مواضع به زعم خودش پکاکار بمباران کرده. قانی هم که دیگه به طور مشخص بدون برو برگر گفته که حمله زمینی میکنه. خبرهایی که به ما رسیده در قلادزی و رانیه توپ باران شده، نوار مرزی توپ باران شده از طرف سپاه پاسداران. الان که سناریوی علیه کردها در جریان است که دیگه شکی درش نیست، هماهنگی و توافق میان جمهوری اسلامی و ترکیه هم هست و سکوت عراق و حکومت اقلیم کردستان رو بنابه هر دلیلی با محدودیتاش همراه هست و مثل سال 91 یک همپیمانی بین المللی هم وجود نداره که مدار 36 درجه برای کردستان یا بلوچستان به هر حال تعیین بکنه و اون رژیم مرکزی رو مجبور بکنه که نتونه پرواز بکنه، هلیکوپترهاشو به حرکت در بیاره. این سوال به قوت خودش باقی است که ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما چگونه میتونیم جلوی جنایت رژیم جمهوری اسلامی رو در اقصا نقاط ایران به ویژه الان که رو کردستان تمرکز کرده بگیریم؟ غیر از اینه که ما باید میادین و خیابانهای شهرهای دیگر ایران رو فتح بکنیم. درسته ما با توییت زدن میتونیم اطلاع رسانی بکنیم، جامعه جهانی رو هم آگاه بکنیم، ولی ما نمیتونیم جلوی گلوله هلیکوپترهای جنگی کبرهای جمهوری اسلامی رو در بوکان و مهاباد بگیریم که با توییت. تنها یک راه وجود داره، همه به میدان بیان، همه وارد بشن. اگر جمهوری اسلامی رفتارش با کردستان و کردستان رفتارش با جمهوری اسلامی تغییر نکرده، من یه تمنایی دارم، رفتار و نگاه شما با کردستان تغییر بکنه به صورت عملی. در این 60 روز نشون دادین که کردستان چشم و چراغ ایرانه. الان موقعش هست که عملا نشون بدیم به جمهوری اسلامی همه با هم که اگر کردستان همچنان جمهوری اسلامی رو نمیخواد، کرمان و تهران و اصفهان و مشهد و شیراز و تبریز و دیگر شهرهای ایران بیشتر. امروز مردمان دیگر شهرهای ایران هم آزادی خواهند، برابری خواهند. مردمان دیگر شهرهای ایران هم جمهوری اسلامی رو نمیخوان. این نخواستن رو باید با یک اراده عملگرایانه به صورت یک برخورد تشکیلاتی یا در فرم یک برخورد تشکیلاتی باید به جهان نشون بدیم که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. من در خدمتتون هستم، دارم خبرها رو پیگیری میکنم.